سلام دوستان وقتتون بخیر خوش اومدیم به چنل انگلیش ادیکشن من پیمانم و میخوایم بریم وارد درس 16 کالوکیشن کالوکیشن های در مورد شهر ها بشیم تاونز اند سیریز قبل از اینکه وارد درس بشیم چنل رو سابسکرایب بکنید پایین دکمه قرمز رو بزنید و زنگوله کنارش هم بزنید و اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک بکنید آدرس های تلگرام اینستاگرام هم این پایین گذاشتم بریم وارد درس بشیم خب بچه‌ها درس 16 تاونز اند جفتش معنی شهر میده این شهرها تاون از سیری کوچکتره توی تعریف خود سیری تاون رو داریم میگیم لارج تاونز و سیری شهرهایی که بسیار مهم هستن توی کشور به اینا میگیم سیری تاون هم نسبتا بزرگه از ویلج بزرگتره ویلج روستا از ویلج بزرگتره و گورنمنت خودش رو داره قسمت A میخوایم توصیف کنیم شهر رو برای یه بازدید کننده این چیزهایی که اینجا اومده همه استخراج شده از مقالات مجله ها مگزین آرتیکل که چی شده اکسترکت شده یعنی استخراج شده خب اولین کلمه همون سیری هست The city skyline is a wonderful mix of old and new بچه اون شکلی و شیپیه. اون پترنی هستش که شهر بیلدنگ های بزرگ شهر میسازن against the sky در مقابل آسمان مثلا از دور که نگاش میکنی یه به خاصی داره شهر و خیلی زیباست به اون میگیم سکای مثلا ببینید a shape or pattern made against the sky especially by buildings you get a good view of the new york skyline from the statue of liberty خب از مجسمه آزادی تو نیویورک که یکم فاصله داره حالا با اون مرکز شهر میگه اگه از اونجا به شهر نیویورک نگاه کنی اسکای لاین زیبایی رو یه ویوی از اون خواهی داشت پس نیویورک اسکایلاین این این عکسی هم که اینجا می‌بینید یه دونه اسکایلاین هستش می‌بینیم که که شیپی و این ساخته اونها تشکیل داده میگه ایز وندرفل میکس اف اولد اند نیو یک ترکیب فوق العاده از حالا جدید و قدیمی منظورش حالا معماری and the city itself has a lot of busy narrow cobbled streets خب میگه و خود شهر the city itself has a lot of busy Narrow cobbled street, cobbled. يعني چی؟ خواب دیمی سانگفرش. Narrow يعني باریک. میگه خودش از پر از این خیابونای باریک و سانگفرشه که بیزیم هستن شلوغن. پس cobbled street یعنی خیابونای سانگفرش. The old town is a conservation area and it has a lot of quaint old buildings dating back to the city's foundation in 1500s. خب, old town قسمت هیстوریک شهره جایی که از لحاظ تاریخی قدیمی توی شهر و اونجا معمولا جای با ارزشیه ساختمان قدیمی با ارزشی داره بنابراین the conservation area هست یعنی محیط محافظت شده است ما محیط محافظت شده رو برای جاهایی که حالا حیوانات زندگی میکنن اینا هم میتونیم بیاریم ولی اینجا منظورش توی شهر پس بناهای قدیمی و تاریخی توی conservation هستن and it has a lot of quaint old buildings quaint بچه یعنی قدیمی و جذاب طراحیش امروزی نیست قدیمیه ولی جذابه نسبت به امروز بخوام مقایسه کنیم unusual هست unusual attractive جذاب ولی unusual به خاطر اینکه old fashionedه طراحیش قدیمیه خب dating back dating back یعنی برمیگرده به چه تاریخی series foundation توی صده 1500 خب اینجا تو این پاراگراف ما دو تا کلمه داریم که اینا تلفظش مهم نیستش شاید من هم حتی اشتباه بگم اینا رو چون جایی الان توی اینو مثلا گوگل کنید چیزی براتون نمیاد اینا من اینا اسم یه منطقه این اینا اسم یه خیابونی توی شهری تلفظش مهم نیست مثلا من میگم دورا دلا استریت هاز lot of اف اپ مارکت شاپس rather pricey. خب آپ مارکت شاپس یعنی مغازه هایی که خیلی کم لوکسری هستن مثل لوی ویتون مثلا پرادا گوچی اینا مغازه های اپ مارکت هستن اپ مارکت شاپس اوکی و مخصوص اشخاصی هستن که اکسپنسیو تیست دارن سلیقهشون گرون قیمت دوست دارن چیزای گرون بخرن اینا میرن توی اپ مارکت شاپس خرید میکنن and rather pricey و نسبتا گرون قیمت pricey مثل اکسپنسیو ولی این negative سنس نسبتا نگیتیو ولی میتونه جای اکسپنسیو استفاده بشه گرون قیمت pricey ایشم عوضتون باشه sometimes overpriced overpriced ولی میشه چیزی که از قیمت اصلیش یعنی از ارزش اصلیش بیشتر قیمت گذاری میشه گرون فروشی میشه راجبش مثلا رستوران های overpriced چی هستن؟ گرون میدن غذاشون رو با اینکه کیفیتشون معمولیه but not far away is the Janaysa or district district یعنی منطقه ما مثلا توی تهران هم کلی دیستریکت داریم شاید شما توی دیستریکت سه مثلا زندگی بکنید یعنی منطقه منطقه دو منطقه سه اونا هم اسم منطقهشون مثلا این هست یه ذره اون ورتر خیلی دور نشیم این منطقه هستش که where you find restaurants which offer good value and more relaxed atmosphere خب اینجا رستوران رو پیدا میکنیم که offer good value اینجا یعنی good price value یعنی ارزش وقتی آفر میکنن یعنی ارائه میدن قیمت و مناسبی رو و value معنی قیمت میدن پس هایی که آفر good value good value رو میتونیم یاد بگیریم قیمت مناسب and a more relaxed atmosphere relaxed atmosphere هم کالوکیشن خوبیه یعنی جو آرام calm peaceful یه جو آرامی داره رستوراناش توی این منطقه بریم پاراگراف بعدی بچه رویال اونو بچه اونو با ستریت و بولوارد و اینا فرقش رو میدونی من اینو براتون اکسشو بیارم ببین مثلا ستریت خب به اینا میگن ستریت که یه حالت موازی هم دارن ستریت ها و محاصره شدن با بیلدینگ ها و ساختمون ها گاهی مغازه اوکی؟ به اینا میگیم ستریت عمود بر اینها ما اونو رو داریم اونو عمود, عمود بر ستریت یا پشت ستریت ها قرار میگیره اونو معمولا آه, کنارش درخته یعنی این ورانوارش تو با درخت محاصر شده که به اونو میگیم تری لیند اونو به این میگیم تری لیند avenue ببینید این دیگه استریت نیستش چون درخت این ورانوارش هست ممکن حالا اونو ساختمون های بلند و اینا هم کنارش باشه فرقش با استریت اینه و پرپندیکلار هست نسبت به استریت پرپندیکلار یعنی عموده به این میگیم بولوارد بولوارد این مدین داره به میدین هست که میگن وسط خیا مثلا بولوار کشاورز توی تهران وسطش یه میدین هست و این برونورش که یه سمتش رو به سمت غرب میره یه سمتش به شرق میره خب این تفاوت اینها بود میگه این اونو رانز فرام نورث تو خب از شمال به جنوب کشیده میشه امتداد داره ما برای چیزهای خطی مثل استریت و اونو از ران استفاده میکنیم یعنی کشیده شدن ما برای بیچ از استرچ استفاده میکرد معمولا چیزهایی که منطقاً area هستن و خط صاف نیستن و میگیم استرچ امتداد داشتنشون میگیم استرچ ولی اونیو و استریت و که به صورت خط هستن صافن میگیم رانز از شمال تا جنوب کشیده میشه and is lined with shops بچه is lined with shops میگه این shop. اونیوه is lined with shops مثلا ولی از استریت is lined with shops یعنی همینجوری که بس امتدادش میره این جلو همینجوری این اونورش مغازه است لاین شده با مغازه لاین که یعنی خط پشتش behind it پشت این اونو ما استریت رو داریم the streets are full of lively bars and fashionable clubs خب اولیش lively bars کالکشن خوبیه بار و کلاب رو که میدونی بار معمولا میرن اونجا افراد نوشیدنی خواهن یه کانتر داره بار تندر داره و اونجا حالا سندلی ها میچسبیده به کانتر هستن و میز صندلی جدا هم داره اینا میرن اونجا میشینن و نوشیدنی اوردر میکنن لایولی بارز اینجا لایولی یعنی full of لایف full of energy بارهایی که یکم سرزندن شلوغن باحالن فانن این سان فشنبل clubs که جایی هستش که حالا بیشتر افراد برای رقصیدن میرن مثلا بار که نوشیدنی بیشترش اینجا بیشتر رقص فشنبل کلابز هم یعنی کلاب های مدروز افراد با مود روز میرن اونجا uh, The pavement cafes and shops of Luna Square are pleasant but very expensive Pavement cafes بچه کافه هایی که میستندلیشون بیرون مغازه هست و شما همین دم درش معمولا غذا میخوری یا چیزی که سفارش دادیم و رو کردیم و مثلا یه پیومنت کافه هستش اون خود اون کافه و این دم درش که میستندلی بگیم پیومنت کافه Alright خب pavement cafes and shops of luna square are pleasant but very expensive کافه های اینجوری و پیومنت و uh, فروشگاه میدون میدان لونا راضی کننده هستن ولی خیلی گرونن حالا میخوایم وارد شهر بشیم درایف کنیم با ماشین as you drive into the city همینجور که با ماشین میری توی شهر خب از از اطراف میای داخل مرکز دیگه the tree lined avenues tree lined avenues رو من نشونتون دادم این بود tree lined avenues of the residential area residential area یک شهر جایی هستش که منطقه مسکونیه مثلا اونجا خونه و اینا زیاد هست عموما برای سکونت استفاده میشه میگیم residential areas are soon replaced by the high rise flats of the inner city uh, همجور که وارد شهر میشین اول با اونو ها میان وارد شهر میشین residential area ها رو میبینیم مناطق مسکونی نزدیک کنارهای شهر رو میبینیم و میان وسط شهر توی اینرسیدی که اینرسیدی معمولاً معمولا مرکز شهر یه خورده مشکلات بیشتره شلوغتره سوشال پرابلمز بیشتره و افرادی که به ذات مالشون کمتره اونجا زندگی میکنن و اینا کلا مرکز شهر همین مشکلات رو داره میگه از اون رزیدنشال ها میرسی به اینرسیدی که این ای ریپلیسد با های رایز فلاتس های رایز فلاتس یعنی آپارتمان هایی که طبقاتشون زیاده خیلی بلندن. اوکی پس اینا ریپلیس میشن با اینا ریپلیس میشن با اینا خب then come the imposing buildings of the parliament and government departments خب بعدش میرسیم به چی imposing building ها چه imposing building ها یعنی ساختمون های خاصی که مثلا برای اهداف سیاسی و غیر استفاده میشن و یک معماری خاصی دارن و توی چشم هستن و کلا توی شهر هم معروف هستن میرم میگن imposing buildings که خودش هم گفته مال دپارتمان های دولت و مجلس این imposing building ها رو دارن مثلا من imposing building نشونتون بدم این یه imposing building خب بچه impose یه معنی دیگه هم داره مثلا impose یعنی تحمیل کردن تحریم رو اعمال کردم میشه impose sanction on US impose sanction on Iran okay. یا ایمپوز به معنای مثلا تحمیل کردن هم میشه مثلا من میگه نمیخوام اونا عقاید دینیشون رو به پسر من به بچه های من تحمیل کنه I don't want them to impose their uh, religious beliefs on my children on impose حرف اضافهش onه تحمیل کنه به خب towns and cities and their problems مشکلاتشون چیه؟ ببینیم چه مشکلاتی دارن some of the inner city areas همون قسمت های مرکز شهر که گفتی مشکلاتش بیشتره آر ان اربن ویسلند اربن ویسلند یعنی زمین های بایر شهری بایر به فارسی گفته میشه جایی که خالیه و اصلا اون تیکه از شهر هیچی ساخته نشده و از شرایط بدی داره پس امتی و بد کاندیشن میشه ویسلند and are somewhat dangerous for visitors. یه جورای اصلا برای جورایی مثلا برای بازدیدکننده ها خطرناک. In fact, some streets have become no-go areas. No-go areas. جایی که حتی پلیس هم جرأت نره بره میگیم no-go areas. Okay. چون چرا؟ چون جرم و جنایت بالاست. High crime. High crime هم کالکشن خوبی علامت بزنیم. یعنی جرم و جنایت بالاست. High crime. با high کالکیت میشه crime. Many streets are strewn with litter and there are numerous rundown buildings. خب. میگه خیلی از خیابون‌ها strewn with litter هستن. پر از آشغال و زباله هستن. لیدر زباله هستش که یه نفر با دست پرتاب میکنه جایی مثلا شیشه کوکاشو یا کیکشو اینا رو پرتاب که بکن رو زمین اینا لیدر هستن با گاربیج و ترش اشتباه نشه استرو که یعنی ریختن استرو و لیدر یعنی استریت ها خیابون ها پر آشغال هستن and there are numerous run down buildings تعداد زیادی run down buildings داریم ساختمون های با شرایط بد داریم راند ما برای هتل هم داشتیم توی درس ترافل راند هتل داشتیم که هتل های از بودن که شرایطشون بدتر از هتل های دیگه بود که اینجا برای بیلدنگ هم میتونیم بگیم In a very bad condition there are some deprived areas around the city center with huge social problems huge problems هم کالکشن خوبیه به جای big problems میتونیم بگیم deprived areas یعنی مناطق محروم میگه yeah, مناطق محرومی در حالا اطراف مرکز شهر با مشکلات عدیده ای وجود دارن Deprived areas مناطق محروم The industrial zones which lie on the edge of the city are grey and polluted خب. Industrial استرس روی دی هست Industrial okay. مناطق صنعتی شهر که روی توی گوشه های شهر قرار دارن بسیار آلوده هستن Industrial zones توی امریکن میگیم زون بریتیش میگیم زون اوکی ترایوب یا حالا هر جوری که تلفظ میشه is a sprawling city حالا این شهر یک شهر سپرالینگ هست سپرالینگ یعنی وسیع ولی جوری که حالت منفی داره دیگه زیادی وسیع علیکی کش دادن شهر و خیلی حالا اصلا جالب نیست طراحی شهر یا شهر سازیش ولی خیلی وسیعه خب اینو ببینیم مثلا این یه اسپرالینگ سیری هست خیلی وسیعه و اصلا هم جالب نیست یاد طراحی شهرسازی خوبی نداره به اینا میگیم اسپرالینگ سیریز اسپرالینگ سیری وید بامپر تو بامپر ترافیک اول دی لانگ اول دی لانگ تمام طول روز ما ترافیک شدید داریم سپر به سپر بامپر یعنی سپر ماشین بمپر تو بامپر ترافیک یعنی ترافیکی که almost touching each other. تقریبا دارن ماشین همدیگه هم دیگر لمس میکنن سو so close خیلی به هم نزدیکه The exhaust fumes. Exhaust fumes یعنی دودی که از اگزوز ماشینا خارج میشه. با اون دود اگزوز میگیم exhaust fumes can be a nightmare. میتونه یه کابوس باشن. The volume of traffic. بچه حجم ترافیک رو با volume میگیم. مثل volume صدا که زیاد میکنیم. ترافیک هم مثل volume میمونه. حجمش. Volume of traffic. حجم ترافیک has increased in recent years. سالا یه خیلی افتاش بده کرده. And the incessant roar of trucks and buses make the city center an extremely noisy place. خب. Incessant role. خب می حس بزنین برای حالا کامیون ها و اتوبوس ها که یک صدای خیلی شدید تولید میکنن پس مربوط به صدا میشه این کالا رور یعنی قررش مثلا شیر و شیر و ببر و اینا رور میکنن قررش میکنن همون که تراکس و باسس هم همین کار میکنن صداشون یه حالا تا قررش ده incessant incessant یعنی چی؟ یعنی ممتد و طولانی جوری که اصلا تمام نمیشه خب وقتی توی منطقه کنار مودروی هایوی زندگی بکنی بعد برات عادی بشه همینجوری ماشین همینجوری اتوبوس ها و کامینا رد میشن با اون صدای incessantشون incessant رور incessant رد میشن و اصلا هم تمامی نداره اینسنت هست تمامی نداره The comfortable suburbs away from the city center contrast sharply with the poor shanty towns one sees on the way to the airport. بچه ما یک comfortable suburb اینجا داریم یه شانتی تاون اینا چه فرق با هم دارن comfortable suburb یعنی جای مسکونی راحت که یک جور مجرنتی مثلا اینجا suburb بیارم براتون این یه suburb هست comfortable همه اینجا زندگی میکنن خیلی منظم خیلی هم جذابی داره منطق مسکونی افراد حالا اینجا زندگی میکنن حالا یه مقدار از محیط کارشون هم دوره یا فاصله داره از اینجا میرن مرکز شهر مثلا کار میکنن اینجا میگیم سابرب جای مسکونی Comfortable هم هست comfortable باش کالوکیت میشه راحته کام پیسفول اوکی away from the city center که از مرکز شهر دوره Contrast شارپلی یعنی کاملا برعکسن کاملا مخالفن با پور شنتی تاونز انتی تاونز جایی از شهر هستن که مردم با هر ماتریالی که دستشون اومده خونه ساختن شرایط خیلی بدی داره و حالا افراد و فقیر این کارو کردن که حالا چون پول خونه خریدن نداشتن متاسفانه مجبور شدن خودشون با دست یه سری خونه ها رو بسازن مثلا این یه شنتی تاون هستش این قسمت میبینید که خونه ها وضعیت بدی دارن و دست سازن اینا هوم مید هاوسز هستن خود اونا با دست ساختن وان سیزن وی که یه نفر وقتی داره سمت فرودگاه میره اول از اینجا رد میشه بعد دیگه میرسه به شانتی تاونز ها و بعدش میره فرودگاه خب ببینیم کالکشن که یاد گرفتیم اینا کدوماش بود این اولی آپارتمان های خیلی بلند میگفتیم چی های رایز Flats که فلات گفتیم که کلمه بریتیشه این چیه گفتیم از دور به شهر نگاه کنیم ساختموناش یه پترن و یک شیپ خاصی داشته باشن میگیم چی سیری اسکای ببین اگینست اسکای اینا یک خاصی دارن خب این چیه یه اونو هستش دیگه که کنارش درخته میگیم تری لایند اونو اینجا چی؟ اینجا یه این معماری جذاب با میبینیم که قدیمیه اترکتیف با اولد فشن به این هم میگیم کوینت کوینت اولد این هم پس برای این خب یه کدومی که اینا معنی مثبت کدوم معنی منفی داره من معنی مثبت رو براتون علامت زدم ریلکس atmosphere جو و آرام گفتیم رستوران ممکنه و آرام داشته باشه تو این درس داشتیم مثبت لایولی بار بارهایی که خیلی فول اف لایف و انرژی فول اف انرژی هستن اینا هم اینا مثبت اوور رستوران رستوران گرون فروی رستوران که قیمت هستن. اونا هم میگیم منفی اربن ویسلند زمین های بایر شهری که خالی و مشکلات هستن. این بد کاندیشن هستن اینا منفی نو گو که حتی پلیس هم جرئت نداره بره اونجا و های کرایم اونجا داریم اینا منفیه Imposing building building هایی که با ساختار خاصی هستن و مثل مثلا ساختمون های مجلس و اینها طراحی خاصی دارن معماری خاصی دارن میگه imposing building مثبت شانتی تاون همین تازه دیدیم این بود این بود که منفی خب اصلا وضعیت خوبی نیست poor people و very bad condition homemade houses نشونه اینها بود پس این منفی. منفیه fashionable club کلاب های مدروز و اینها یعنی مصبت راند داون بیلدینگز هایی که اینه ویری باد کندیشن هستن اینم منفیه What might prevent you from sleeping in a house near a busy motorway? شما رو باز میداره از اینکه توی خونه نزدیک uh, بزرگ را بخوابین؟ Incessant چیه؟ یعنی اون صدای آزاردهنده ممتدی که توی ترافیک و حالا اتوبوس ها و کامیون ها می سازن نیم باعث میشه که اونجا نتونیم بخواد خب اگزاز fume will get worse if وار increases. میگه دود حالا اگزوز اگه چیز زیاد بشه بدتر میشه و اگه ترافیک زیاد بشه دود ماشینا بدتر میشه دیگه پس میگیم گیم the volume of traffic اگه volume of traffic زیاد بشه دود اگزوزا get worse بدتر میشه What is the opposite of a restaurant which is good value? A restaurant which is which is good value restaurant which offers good value. overpriced restaurant. Overpriced restaurant. What kind of area with poor homemade houses could certainly be called a deprived area? میتونه به عنوان یک منطقه محروم شناخته بشه گفتیم شانتی تاون هوم هاوسز نشونه شانتی تاون بود خونه های دستساز و منطقه محروم If area very interesting historically, what made be اگه یک منطقه خیلی جالب باشه علاوه تاریخی گفتیم این منطقه ها محافظت میشن بستن و حالا به صورت خاصی محافظت میشه به اینا میگیم conservation areas okay? What is another way of saying an expensive restaurant? میگیم پرایسی رستوران یه رای دیگه expensive پرایسیه به جای اکسپنسیو میتونیم پرایسی بگیم What do we call blocks of flats which have many stories perhaps 20 or more بچه story اینجا با ای که میاد یعنی level یعنی floors okay. یعنی به اون ساختمون به اون آپارتمان هایی که خیلی طبقات زیادی دارن بیستا یا بیشتر چی میگیم میگیم high rise flats آپارتمان‌های خیلی بلند های رایز فلاتس های رایز یه داش بینش داره یه خط بینش داره what adjective could be used about an attractive جذاب and perhaps slightly unusual old building که گفتیم همه اینا نشونه ایش یه quaint quaint old buildings اینجوری هست قدیمی هست ولی جذاب ساختمون ولی امروزی هم نیستن یه ذره از امروزی unusual و غیر معمولی هست ولی جذاب هست خب اسپرالینگ اسپرالینگ که داشتیم این بود این اسپرالینگ بود اسپرالینگ سیری ما داریم It is a sprawling um, city covering an enormous area که یک نایه وسیع رو پوشش میده enormous وسیع huge مثل enormous هست a sprawling city پس خیلی نایه وسیعی داره نگریف هست نمولا حالت نگریف داره It is full of upmarket upmarket مغازه های لگجوری Luxury shops, megiem, upmarket shops, which are too expensive. شونه شونه bumper to bumper traffic, madari. Traffic sangin. Bumper to bumper traffic all the way to the airport. traffic sangino. Uh, I get asthma. your asthma, British asthma, American asthma, from the terrible exhaust fumes in the city center. دود ماشینا تو مرکز شهر که خیلی شهر تریبل هستن فحشتناک افتضا هستن آسم گرفتم get asthma آسم گرفتم خب I live in a residential residential رو مسکونی با area میاد منطقه مسکونی من توی منطقه مسکونی زندگی میکنم که حالا residential ارییا بچه از گفتیم از مرکز شهر و جای محل کار اینا فاصله دارن و معمولا یه تیکی جدای از شهر هستن به عنوان منطقه مسکونی اونجا مردم زندگی میکنن بعد حالا از اونجا میرن سر کار با ماشین میگه residential area با work in the city center ولی تو مرکز شهر کار میکنم اونجا زندگی میکنن residential area تو مرکز شهر کار میکنم some of the, some of the more deprived محروم با area میاد deprived area مناطق محروم بعضی از مناطق محروم تر more deprived یعنی yani محروم تر are not far from the city center زیاد از مرکز شهر دور نیستن On the outskirt. بچه outskirt یعنی edge. کناره های شهر معمولا چیه؟ outskirt های شهر جاهای صنعتی شهره. که بخواد دور باشه از, من از خود شهر باید توی edge باشه. توی گوشه ها باشه. توی outskirt باشه. On the outskirt, outskirts are some industrial zones ما داشتیم. نواهی صنعتی and some large supermarkets. The streets were strewn strewn رو با چی داشتیم ریختن یعنی پر آشغال می کنیم strewn with leather strewn with leather پر از آشغالن خیابون ها بودن البته خیلی مرسی که تو این درس هم همراه من بودین راجع به تاون بودش تاونز اند سیتیز امیدوارم که کلمات جدید رو تونسته باشم کمکتون کرده باشم توی فهمش و اگر هم که راضی بودین از ویدیو میتونید ویدیو رو لایک بکنید و اگه هنوز سابسکرایب نکردین پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید برای ویدیوهای بیشتر مرسی که همراه بودین خدا نگهدار